شنبه این هفته شب فوق‌العاده حساسی برای فوتبال ایران محسوب میشه، چرا که پرسپولیس در مرحله حذفی لیگ قهرمانان باید به مصاف الاهلی عربستان بره. بازی‌های فوتبالی نمایندگان ایران و عربستان طی سال‌های گذشته همیشه حساس بوده و گاهی اوقات به جنجال هم کشیده شده. موضوعی که سوژه پرونده امروز تیوی پلاس شد و نگاهی داریم به ویژه‌ترین دیدارهای ایران و عربستان در طول سالیان گذشته. جواد خیابانی یکی از چهره‌های ویژه دعوای فوتبالی ایران و عربستان هست. خیابانی دوست داشتنی که البته مخالفای زیادی هم داره، فروردین ماه سال گذشته و در گفتگو با رضا رشیدپور حرفای عجیبی درباره اختلاف فوتبالی ایران و عربستان زد و نظرش درباره این موضوع با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. من میخوام این قضیه رو از جواد خیابانی بپرسم که نظرش راجع به این کار بامزه عربستان چیه؟ کارشون خیلی بیمزه است، اصلا برای من عزیز نیستن. رعایت احترام دیپلماتیک رو کردم. ببین آخه میدونی، ببین من چند بار برای تو بازی های مختلف اونجا رفتم، تو ریاض، تو جده، جاهای مختلف بودم دیگه. اصلا به خدا ببین، بی ادب ترین، بی تربیت ترین، اصلا بدترین فضای بازی فوتبال شهرهای خودشونه. آره دیگه واقعا شهرهای خودشونه دیگه. یعنی اصلا نه، اصلا کاری بازیکناشون نداریم. حالا گذشته از اون، ببین اگه من توی مرجع تصمیم گیرنده بودم، میگم آقا نمیریم بازی هم نمیکنیم، سه هیچ کدوم از بازیامونو، هر چقدرم جریمه باشه میدیم. این کشور توان جریمه دادن نداره. 20,000 دلار فکر میکنن قراره که هر تیم جریمه بشه اگه نره، و قراره که مثلا پول تبلیغات بازی هایی هم که انجام نمیشه رو بدن. میگم آقا میدیم، ولی سرمون بالاست. یعنی تو جای رئیس فدراسیون بودی من نمیرفتم بازی هم نمیکردم. میگم آقا باشه، اما باور کنید همینو بگیم. ببین من میگم که چوبو که برداری گربه دوزه خوش در رفته، درسته؟ بردارید ببینید اگه نتیجه نگرفتید، برای چی باید بریم تو عمان بازی کنیم؟ چرا باید بریم تو عمان؟ افغانستان دیروز تختی بازی کرده 25,000 نفر، عراق تو اکباتان بازی کرده 20,000 نفر. خب اینی که ما رو به ناامنی متهم کنه، توی تهران سه تا بازی همزمان مقدماتی جام جهانی برگزار شد دیروز، ایران عمان، ویتنام عراق، افغانستان با سنگاپور. چطور؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. خونت دماغیش که هم نیومده. شما چی میگین حالا اینجا؟ خب خیلی بده. امیدوارم که نمیدونم دارن از طریق دیپلماتیک پیگیری میکنن چی، من خیلی در جریانش نیستم، ولی دون شأن ماست. از 16 تا عضو جلسه کمیته اجرایی AFC 9 تاشون عربستانی هستند. معلومه چرا. خب دیگه اونا این نظر AFC نیست، نظر اوناست. نظر عضو عربستانی. برسیم به مسابقات جنجالی و از بازی پرسپولیس و النصر شروع کنیم. دیداری که 19 فروردین سال 94 برگزار شد و با تک گل مهدی طارمی به سود پرسپولیس به پایان رسید. نکته جالب این دیدار شادی خاص طارمی بعد از ضربه پنالتی بود. طارمی ببینیم بازی رو یکیش میکنه یا نه. حرکت طارمی، چیپ میزنه، یکیش، گل برای پرسپولیس. طارمی حساب کار رو 1-0 میکنه. او که با یک ضربه چیپ دروازه حریف رو باز کرده بود، شادی عجیبی انجام داد که مسئولان النصر اون رو اقدامی سیاسی ارزیابی کردند. اما از طرفی طارمی در مصاحبه این موضوع رو تکذیب کرد و گفت متاسفانه برخی میخوان شادی پس از گل من رو سیاسی جلوه بدن، اما حرکت من کاملا ورزشی بود. ضمناً این شادی گل من اصلا با عربهای کشورمون نبود و فقط در تقابل با عربستانی ها بود. مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا 2015. پرسپولیس در دیدار رفت میزبان الهلال عربستان بود و در حالی که به نظر می رسید بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد، اشتباه مدافع الهلال باعث شد که قرمزها در وقت‌های اضافه به گل برتری برسند تا استادیوم آزادی منفجر بشه. موقعیت و توی دروازه چیکار کردن بازیکنان الهلال؟ یکیش به نفع پرسپولیس دقیقه 90 و دو. البته پرسپولیس بازی برگشت رو 3-0 به حریف قدرش باخت تا از لیگ قهرمانان حذف بشه. قطعاً دیدار تلخ تیم ملی مقابل عربستان در دور برگشت مرحله انتخابی جام جهانی 2010 از خاطرات پاک نمیشه.
دیداری که 8 فروردین 88 برگزار شد و تیم علی دایی علی‌رغم آنکه با گل مسعود شجاعی از حریفش جلو افتاده بود، نهایتاً 2-1 بر عربستان باخت تا شادی عربستانی ها در پایان بازی یکی از تلخ‌ترین صحنه های این بازی باشه. این بازی که محمود احمدی نژاد تماشاگر ویژه‌اش بود، آخرین دیدار علی دایی در مقام سرمربی تیم ملی بود. شکست تیم ملی در این دیدار سوژه‌ای هم برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شد و شبکه فارسی زبان صدای آمریکا که شبکه معاند نظام هم هست، این بازی رو از دید سیاسی تحلیل کرد. حضور آقای احمدی نژاد در استادیوم آزادی از دقیقه 30 بازی به بعد هم باعث شد که بسیاری از وبلاگ نویسان و شخصیت‌های سیاسی در سایت‌هاشون اشاره بکنن که این امر یک امر تبلیغاتی بوده برای استفاده از در واقع حضورش در این استادیوم برای پیروزی احتمالی ایران در آستانه انتخابات و یک در واقع شو تبلیغاتی رایگان براش بود که که در واقع با شکست مواجه شد. این هم این تنها شکست تلخ تیم ملی مقابل عربستان نبود و در مرحله انتخابی جام جهانی 94 هم تیم ملی با نتیجه 4-3 از حریف سنتیش در آن سالها شکست خورد تا عربستان و کره جنوبی به جام جهانی آمریکا صعود کنند. یکی از خاص‌ترین دیدارهای ایران و عربستان دیدار رفت دو تیم در مرحله انتخابی جام جهانی 98 بود. دیداری که با تساوی 1-1 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید و جالب‌ترین خاطره‌ای که از آن دیدار به یاد مانده، واکنش خاص اسکندر کوتی به خطای پنالتی روی بازیکن کشورمون بود. محمد خاکو توپ رو جلو می‌ندازه، یه بازیکن را از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر. من یه لحظه تحت تاثیر این جو غیر ارادی گفتم الله اکبر، یعنی اون الله اکبر غیر ارادی پرید بیرون. الله اکبر. اون دیدار البته یک چهره ویژه دیگه هم داشت و او کسی نبود جز محمد دایه که در آن زمان بهترین دروازه‌بان آسیا محسوب می شد. محمد دایه در آن بازی بارها و بارها جلوی مهاجمان کشورمان ایستادگی کرد. این دروازه‌بان در یک تورنمنت دیگر هم روی اعصاب ایرانی ها راه رفته. در جام ملت‌های آسیا در سال 1996، اگرچه در مرحله گروهی رقابت‌ها شاگردان محمد مایلی کهن موفق شدند 3 گل به عربستان بزنند، اما دیدار دو تیم در مرحله نیمه نهایی حکایت دیگری داشت. بازی دو تیم در وقت اضافی با تساوی بدون گل به پایان رسید و دایه با مهار ضربه پنالتی داریوش گزدانی و محمد خاکپور مانع صعود ایران به فینال جام ملت‌ها شد. اما مرحله حذفی جام باشگاه‌های آسیا در فصل 2001-2002، استقلال در بازی رفت در جده به مصاف الاتحاد رفت و 2-3 به این تیم باخت. بازی برگشت دو تیم در یک روز سرد زمستانی در آزادی برگزار شد و در حالی که بازی تا دقیقه 89 با تساوی 1-1 در جریان بود، پاس بریده نوازی به علیرضا اکبرپور رسید و سانتر عالی شماره 16 رو علیرضا نیکبخت روی تیر دوم وارد دروازه کرد. علیرضا نیکبخت به این ترتیب حساس ترین و مهمترین گل خودش رو به ثمر رسوند. گزارش جواد خیابانی از صحنه گل نیکبخت رو با هم مرور می‌کنیم. نگاه کنید واحدی مثل آقا می‌پره بالا و توپو می‌زنه. یه صحنه دیگه از این زاویه اکبر توپ عالی سانتر می‌کنه.